با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابری و به امیدی که هر کجا که هستید سالم و موفق و پیروز باشید. من بیژن سعیدپور مجموع برنامه امروز رو که شامل سه بخش می باشد تقدیم شما می کنم. در بخش اول گفتاری دارم در مورد کارگر مبارز رضا شهابی. در بخش دوم گفتاری داریم از رفیق حسن حسام در مورد تحولات اخیر عراق، چرایی حضور داعش و ارجابی از نتایج و چشمانداز آتی آن. و در بخش سوم هم گزارشی داریم از تظاهرات در پاریس در حمایت از رضا شهابی در اعتراض به اعدام‌های اخیر و دستگیری‌های اخیر در سالگرد سرکوب خونین جنبش دانشجویی 18 تیر. با سلام مجدد به بینندگان. بینندگان محترم، همچنان که مطلع هستید، رضا شهابی کارگر مبارز و عضو سندیکای شرکت واحد و حومه که مسئول مالی سندیکای شرکت واحد نیز می باشد، حدود 5 سالی که در زندان به سر می بره. در این اصلی زندان بودن این کارگر مبارز و جرم اصلیش این تلاش برای ایجاد اتحادیه کارگری مستقل و مبارزه برای تحقق خواستهای طبقه کارگر ایران میباشد. این ابتدای ترین خواست شهروندیه که داشتن تشکلهای مستقل میباشد. البته بعد عرض کنم به بینندگان عزیز که همکنون تمامی افکار عمومی جهان و حمایت و پشتیبانی آقای رضا شهابی هستند. از جمله 5 سندیکای عمده فرانسوی طی بیانیه‌ای که دادن رسما حمایت خود را از آقای رضا شهابی اعلام کردند و دولت ایران خواستند که نه تنها رضا شهابی بلکه تمام کارگرهای زندانی را آزاد کنند. و اگر اتفاقی برای آقای رضا شهابی بیفته، دولت ایران باید پاسخگو باشه و افکار عمومی رها نخواهد کرد جمهوری اسلامی را. جمهوری اسلامی باید فحاص این را پس بدهد. این مسئله، این همه که ما تمام ایرانیان خارج از کشور در تمام امکاناتی که داریم باید در حال افشاگری و حمایت از رضا شهابی ها به کار ببریم، از رضا شهابی، از تمامی کارگران زندانی حمایت کنیم و سعی کنیم افکار عمومی را هر چی بیشتر بسیج کنیم علیه این نظام جهنمی نظام جمهوری اسلامی ایران. این به بخش دوم برنامه میرسیم و همچنان که قبلا گفتم در بخش دوم برنامه رفیق حسن حسام گفتاری دارن در مورد تحولات اخیر عراق، چرایی حضور داعش و نتایج و چشم‌انداز آن. توجه شما را به این گفتگو جلب کنم. با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، گفتاری که خدمت شما میخوام عرض کنم مربوط به وقایع چند هفته اخیر عراق و پدیده داعشه. من نمیخوام وقت شما رو بر سر جزئیات وقایعی که در این چند هفته گذشته و تردید ندارم شما او رو جز به جز از طریق رسانه های عمومی ایرانی و خارجی دنبال کردید. بنابراین وارد جزئیات نمیشم، وارد این که چطور شد، کی بود، چه گفت، دیروز چه بود، کدوم شهرها رو گرفتن، ارتش فرار کرد به کردستان، اینا وارد این مسائل نمیشم و بر این فکر تصورم و بر این میگذارم که شما از چندچون اطلاعاتی این حادثه کاملا باخبرید. موضوعی که من میخواستم در این وقت کوتاه نیم ساعته با شما در میان بذارم این است که ریشه این داعش از کجا آمده؟ این هیولای جهنمی به شدت ایدئولوژیک و مذهبی دوره قبل از تاریخ بعد تاریخ به یک شکل، این از کجا آمده؟ این
نابهنگامی داعش در پایان آغاز قرن 21 از کجاست؟ سه تا نظریه، سه تا در واقع گرایش لاغر هم در سطح تحلیلگران چپ ایرانی و در هم سطح ژورنالیستا و رسانه‌های بین‌المللی وجود داره. یکی این که بر این باورند که داعش پدیده است دست ساز و جنگی رو که آغاز کرده جنگی است نیابتی، به طور مستقیم هم مربوطش میکنند به حمله امپریالیسم آمریکا در 2003 و بازسازی و پروراندن این و آمدن به میدان برای اینکه جلوی در واقع در ادامه اون پروژه خاورمیانه بزرگ و نزو نوین بوش ها پدر و پسر، سیاست امپریالیستی آمریکا و البته انگلیس، این در بخشی اون کار به سمت تجزیه کردن حرکت میکنه، یا اینکه برای فشار آوردن به مالکی است، یا اینکه زیر فشار عربستان و سعودی و قطر امپریالیستی آمریکا هم کوتاه آمده که عملا یک علاقه کوچکتر و تک تک شده تر داشته باشن. یک، بنابراین این گرایش اساسا تعرض جهنم داعش را به جنگ که را انداخته رو به عنوان جنگ نیابتی تلقی میکنن. گرایش دیگری وجود داره که این رو نیمه نیابتی ارجاب میکنه، از این و هم میگه اون حوزه هایی که من الان عرض کردم وجود داره، اما وجود حکومت شیعه مالکی که در وابستگی تنگاتنگ با رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی است و تقویت شیعه ها و راندن سنی ها عامل اصلی این جنگ، بنابراین این رو نیمه نیابتی میدونن. یک گرایش سومی هم وجود داره که بر این دو عنصر تأکید داره، اما حوزه دیگری هم را هم مورد بحث و بررسی قرار میده و آن فلاکت عمومی است، ناامنی اکثریت شهروندان، فقدان مفهوم شهروندی در سراسر عراق، خلعیت از نیروهای که در جنگ امپریالیستی عقب رانده شدن، این بحثی‌های دست نشانده خود اونها که بعداً عامل اصلی شست شدن و درگیری ها شدن در واقع و عشایر و و و و که همه جزئیات قرار نیست حرف بزنم، گذاشتم که شما میدانید. بنابراین این فشار اقتصادی، خفقان سیاسی، نبود هر نوع آزادی، زیر سوال رفتن عمیق زندگی شهروندی و از همه مهمتر ناامنی عمومی از با توجه به بمبایی که در این چند ماهای اخیر، چند سالی اخیر، دوست یک سالی اخیر ببیشه، ما شاهدیم که هر روز بمبی منفجر میشه، عده‌ای از مردم بیگناه، کودک و زن و پیر و جوان قربانی میشن. خب این ناامنی بیزاری از حکومت موجود رو به دنبال داشته. بنابراین من این جنگ کثیف رو واقعا که داعشی ها راه انداختند بر اساس سه پایه میبینم، هم تضاد و تضادهایی هستش که به ویژه دولت عربستان سعودی در رقابت با ایران و نگران از شکل‌گیری و رشد حکومت جمهوری اسلامی، ببینید که در این ماها جمهوری اسلامی و امپریز و امریکا هو داره در چانه زنی های اتمی است و به یک جور ساخت باخت هایی در منطقه است که این نقش کلیدی داره، و فراموش نکنیم یک مسیر بزرگی رو ایران به جنگ امپریالیستی آمریکا که قرار بود در واقع یکی از دیکتاتورها را نابود کنه، شهروندی اونجا نابود کرد، عراق را با خاک یکسان کرد و تو این بازی جمهوری اسلامی برد. جمهوری اسلامی با کاشتن و توافق بر سر مالکی شیعه از اونجا عبور کرد به بشار اسد سوری و بعد حزب الله. بنابراین یک منطقه بزرگی را در خاورمیانه عملا در چنبره خودش داره. خب این اون نقطه کانونی است که منافعش با منافع عربستان سعودی و بعضی از این شیخان قطر عددی نیست، ولی قطر هم تو این معامله میگویند که نقش جدیتری نسبت به بقیه شیخ مشین ها در این حوزه معین داره. بنابراین ما این حضور داعش رو
در رقابت از یک سو و از سوی دیگر بعد از اینکه مالکی آمد در این چند سال همه رهبران مربوط به بحث گذشته رو همه نیروهای سنی رو و همه اپوزیسیون قانونی و غیر قانونی خودش اصلا از حکومت بیرون راند، به یک حکومت انحصاری طایفی خانوادگی رو تبدیل کرد که به لحاظ ایدئولوژیکی و ساختار فکری پیوند خورد که با نظام جمهوری اسلامی. خب بنابراین اینجا عراق به یک بلوکی از اپوزیسیون مسلح که طیف‌های وسیعی هستن که من نمیخوام نام برم، چون بازم بر این گذاشتم که همه اجزاش شما در مطبوعات ایران حد مطمئنم که خوانده اید. بنابراین با این طیف‌های وسیعی از نیروهای مسلح از جمله بخش‌هایی از القاعده که خود این داعش هم در واقع القاعده عراق به جهادگرهای ریز و درشت که اینها همشون در جریان جنگ باز هم کثیف سوریه نونخور آمریکا بودند، نونخور امپریزم آمریکا و عربستان سعودی بودند و اینها اونجا فربه شدند، شکل گرفتند، اسلحه به دست آوردند و فرصت به دست آوردند. به این اعتبار معلومه که این داعش فرزند خلف تجاوز امپریالیستی آمریکاست، فرزند خلف رقابت های دو تا ارتجاع منطقه عربستان و جمهوری اسلامی است و شیخ های عرب و جمهوری اسلامی است و بنابراین وجه بیرونیش، شکل بیرونیش، نمادش خودش رو در جنگ بین سنی و شیعه نشون میده. ولی همه قضیه در این نیست. خود این فضای جهنمی و ناامنی و شرایط وحشتناک اقتصادی که هیچ سطحی از سرمایه گذاری رو در لایه های طبقات متوسط و پایین ناممکن میکنه، با فروش نفت و امکانات عراق فقط لایه های ببخشید از هیئت حاکمه که مالکی در رأسشه اونو دارن غارت میکنن و این امکانات مادی در دست یک جمعیت کوچکی از میان بالایی هاست، بنابراین فقر، خانه خرابی برای نیروی کار و زحمت و ناامنی برای نیروی کار و زحمت. یعنی آن خانه هایی که خراب میشه خانه های کارگرانه، خانه های زحمت کشانه و به دنبال خودش یک فرار وحشتناک میلیونی از منطقه هم از سوریه، اولا اون وسط ترکیه هم هست، ترکیه هم هست که بین دو گردو بازون بازی میکنه، اهداف ارتجاعی خودش رو دنبال میکنه که در یک وجه آن در واقع رقابت از یک سو با جمهوری اسلامی است و از یک سو تثبیت موقعیت خودش در منطقه است. این اون فضای ممکنی است که داعش رو زاییده و پیروزی کوتاه مدت و سریع داعش و گسترش به منطقه بنابراین ناشی از عوامل مختلفی است که تونسته بسازه و بالا بیاره. یعنی از اراده 2000 تا 10000 نفر نیروی داعشی به تنهایی این عمل پیش نمی رفت، اما باید حتی اضافه کرد که سیستم و تکنیک تعرضی داعش هم که همه برش وفاق دارن خودش در این پیشرویش نقش داشته. قساوت و کشتار بیرحمانش، تعرض سریع، بعضی جا عقب نشینی سریع با دست آوردن غرائم و بعضی جاها سازماندهی برای استقرار. خب وقتی که داعش به موصل اومد با اون استقبال طرف شد، ارتش 14 لشکر ارتش فرار کردن، با سنیان و بعثی‌ها و عشایر در کنارش قرار گرفتن، بدیهی بود که موقعیت و شرایط ویژه‌ای بود. خب امروز هم که در رقابت با سید علی خامنه‌ای اعلام خلافت مسلمین میکنه بغدادی و بنابراین موضوع وجه دیگری هم در حوزه ایدئولوژیک پیدا کرده و به اعتبار همین ایدئولوژی سیاسی کثیف و این جنگ کثیف‌تر، این به کشتار و به ویژه اتفاقی افتاده زنان و کودکان اون حوزه هایی که داعش سلطه سیاهش رو استقر کرده در امان نیستند و اون جهاد نکاح که راه انداخته و هر خانوادی بایستی دختری به سربازان اسلام که همین آدم خاران داعشی باشن بدن، خودش یک فضای بی‌نهایت نفرت انگیزی رو فراهم آورد که واقعا بشریت فارغ از ایدئولوژیش با
به شریعت انسان شرم میکنه از اینکه چنین پدیده‌ای در پایان آغاز قرن 21 ممکن است. این نابهنگامی چطور ممکن است؟ برابر این من این جنگ رو از یک سو جنگ شیعه و سنی میدونم، از یک سو جنگ بین سه شاخه‌ای که بعد بخش دوم صحبت میکنم، بین سنی ها و شیعه ها و کرد ها که موضوع شاید سر بکنم، و مسئله گرسنگان و لگدمار شدگان و بیزاران که قدرت حکومتی رو، اراده قدرت حکومتی رو در اعمال حرکت در مرابر داعش ضعیف کردن. خب این فضا و بستری است که ما الان در روش قرار داریم. در چنین فضایی یک گرایش دیگه باز هست بعد از این ارزیابی ها، یک گرایش است تجزیه عراق یا اتحاد عراق. این هم نکته دیگری است که امروزه مهمترین موضوع چالش فکری، تحلیلی و تحلیلی همه طرف های زینب است، از جمله ما کمونیستا که وظیفه اصلی داریم به این قضیه به طور روشن و آشکار برخورد کنیم. فراموش نکنیم که چه دو سه کشور بزرگ به اصطلاح اسلامی هست که در مقابل اسرائیل قد علم کردن. طبیعی و روشنه که برای تحت هیچ شرایطی اسرائیل تمایل نداره که با یک سوریه بزرگ و قدرتمند، با یک جمهوری اسلامی بزرگ و قدرتمند، با یک عراق بزرگ و قدرتمند رو در رو بشه، چون اونور عربستان سعودی و مصر متحدی نشستن او را از اون حوزه ها ببخشید در اون حوزه ها به هیچ وجه نگران نیست. بنابراین تجزیه عراق و به یه شکلی تجزیه سوریه که یک شکلهای هم همین الان وجود داره در سوریه، قطعات نقشه جغرافیاییش به قطعات مختلفی عملا تقسیم شده و هر گوشش رو یک نیروی نظامی در اختیار از بشار اسد تا اپوزیسیون قانونیش تا کردها یه سوریه. بنابراین همین سناریو در عراق صورت بگیره و این طبیعی است که مورد علاقه اسرائیل، طبیعی است که این در واقع میتونم اینجوری بگم مورد علاقه امپریالیسم شاید بلافاصله نباشه، ولی یکی از سناریوهایی هستش که امپریالیسم آمریکا برای سلطه‌اش در منطقه و متحدینش، البته از انگلیس بگیرید تا حکام مرتجع خلیج، این به استقرار خودش به اینها نیاز داره. چرا؟ برای اینکه خب این بدیهیست دیگه، گفتنش شاید نخنوام شده است که امپریز با آمریکا در این تعرض نظامی شکست خورده، نه در عراق شکست خورده، در افغانستان هم شکست خورده، در همه جای خاورمیانه که به عنوان نظم نوین و تقسیم مجدد خاورمیانه و منطقه وارد شده، در همه جا شکست خورده. نتیجه این شکست هم فاجعه بار بوده، بیرون آمدن نیروهای ارتجاعی که در گام نخست خودشون دستساز امپریالیسم آمریکا بودند. این اون نقطه ایست که باید تیرش بخوره. ما سه بار خط کشید و مرتب اینو تکرار کرد که این نیروهای ارتجاعی از طالبان تا داعش، اینا همه فرزندان خلف اون سیاست ارتجاعی ناکام و شکست خورده هستن. الان آمریکا در شرایطی نیست که بتواند شرایط 10 سال پیش رو برقرار کنه، لشکرکشی نظامی کنه. بنابراین خواهان است، خواهان این شده است که یک جوری حکومت عراق رو از همه جناح‌ها رو وارد کنه، یک اراده عمومی رو برای اداره کشور به دنبال داشته باشه. اما این به نظر من تنها سناریوی آمریکا نیست. اگر آمریکا موفق نشد در عراق یک اتحاد از نیروهای اپوزیسیون قانونی و غیر قانونی به وجود بیاره، بیگمان تردید ندارم که سناریوی بعدی او سناریوی تجزیه است، سقطبت کردن عراق که هم اکنون جلوه های شومش از نظر من و
برای اینکه یک عراق تک تکشون رو فقط میشه غارت کرد، فقط میشه له زد و بیشتر از همه در واقع شانس و امکانات اسرائیل برای تعرض به مردمان مظلوم فلسطین و همه منطقه اضافه کرد. و این سناریویی است که به نظر من از دستور کار امپریز آمریکا برداشته نشده. خب در مقابل این قضیه الان ما میبینیم که اقلیم کردستان آقای بارزانی شعار رفراندوم میده و وقتی که شعار رفراندوم میده از چند جا لبیک میشنوه. اسرائیل بیش از نتانیاهو مستقیما از این استقبال میکنه. ترکیه که اوائل این همه کردکشی کرد الان به دلایلی که اردوغان میخواد توی انتخابات رئیس جمهور بشه به 20% آرای کردها نیاز داره و یک گرایشی از بین اینا وجود اومده که برای مقابله با جریان بزرگ رقیب از کردها استفاده کنن. در مورد استقلال اقلیم کردستان عرض کنم که شل آمده با توجه به امکانات نفتی که از طریق لوله زمینی به ترکیه، چون اینه که کردستان اقلیم عراق به دریا راه نداره، از این طریق لوله کشی میکنه، بنابراین هم امکانات مالیه و هم ژئوپلیتیک سیاسی و نیاز به 20% رأی کرد، ترکیه را هم ترکیه اردوغان هم شل کرده در مقابل ناسیونالیست های افراطی وای میسته. و بعد این وسط میماند آمپرز و آمریکا هم جان کری که آمد به منطقه دیدیم که چجور به نعل به میخ زد. به نظر من سناریوی اولیش این نیست ولی به او تن در خواهد داد. این بار مخالفین جدی و حالی داره مثل جمهوری اسلامی در رأسش. خب مخالف که بلافاصله ما میبینیم معاون وزارت امور خارجه ایران رسما گفت هرگز اجازه نمیدیم اقلیم کردستان متکنز بشه. آیا خب ما کمونیست‌ها این وسط چه میکنیم؟ ارجابی ما کمونیست‌ها چیه؟ ما کمونیست‌ها از همون آغاز به حق تعیین سرنوشت ملل تا سرحد جدایی باور داشتیم. بنابراین جدا شدن هر ملتی رو به هر دلیلی بر چارچوب حقش بدونیم. در این حال ما تأکید قاطع داریم به اتحاد داوطلبانه خلق‌های ساکن هر کشور. چرا؟ برای اینکه ما قرار نیست با بورژوازی این ملت یا اون ملت ائتلاف کنیم علیه طبقه کارگر همون ملت. ما مثلا مثال میزنم ایران چند ملیتی رو شما در نظر بگیرید، این نیرویی که لگدمال میشه، غارت میشه، استثمار میشه، کارگران و زحمتکشان همه ملل ساکن ایرانن. تک تک شدنشون در واقع اراده اکثریت این جمع رو، این نیروی تعیین کننده برای رهایی انسان از قید سربایی و نظام جمهوری اسلامی رو داغون میکنه، متلاشی میکنه. بنابراین ما زیر عنوان دفاع از حق تعیین سرنوشت خواهان تلاشی اراده بزرگ طبقه کارگر در مقابله با دشمنان طبقاتیش یعنی سرمایه‌داری نیستیم. به این دلیل ما اتحاد دفتران این، ولی اما این به معنی نیست که اگر ملتی استقلالش رو به دست آورد یا براش کار کرد ما علیش بجنگیم، نه، ولی ما علیش مبارزه نظری میکنیم در شرایطی که بستر لازم رو نمیبینیم. یکی از اون جاهایی که به نظر من هست و مهمه همین موقعیت فعلی است برای اقلیم کردستان. اقلیم کردستان عراق به سمت یک رفراندوم داره میره. چند دلیل داره که خطر داره و این خطر جنگ رو به داخل ایران میکشانه. یکی از اون دلایلش این است که جمهوری اسلامی به طور مشخص آشکار از وحشتی که با در مقابل کردها ایران و ملل ساکن دیگر ایران داره در مقابل این خواهد ایستاد. و دومین مسئله که جمهوری اسلامی همیشه برای سرکوب داخل به یک خطر خارجی نیازمنده. اگه تا پری روز عرض کنم که مسئله هستی و تحریم ها بود خطر جنگ امپریز با آمریکا بود، امروز میتونه خطر از کنم که درگیری های نظامی باشه و خودش این درگیری ها رو سازمان میده. همین الان سپاه قدس اونجاست، هواپیما دیگه من مجبورم این خبر رو تکرار کنم، هواپیماهایی که صدام در جریان حمله آمریکایی‌ها به ایران فرستاد و سوخوی 25 از طریق روسیه رفته اونجا، دست مالکیست. بنابراین عملا جمهوری اسلامی همین الان در جنگ به یک شکلی شرکت داره علارغم این کاری که میکنه. ولی اگر مسئله رفراندوم و استقلال اقلیم کردستان بیاد، من به طور روشن و آشکار بر این باورم که جمهوری اسلامی در این جنگ کثیف آشکارا نیروی کار زحمت را هم به عنوان چیز ناسیونالیستی ملی
و بدتر از او از شیعه‌گری و ایدئولوژی در مقابل سنی ها قرار خواهد داد. و بنابراین این دامنه این آتش کثیف، این جنگی که هیچ ربطی به طبقه کارگر، به زحمت کشان، به مردمان ما نداره، نه در سوریه، نه در اینجا، به ایران کشته خواهد شد. حالا این بار نه با بمب های آمریکا، دموکراسی خواهانه امپریز با آمریکا، بلکه با درگیری های نظامی و جنگ کوریسه شبه نظامی در منطقه و این قسمتی که این همه چیز دیوار مرزی داریم با مرزی کردستان با عراق واسه کرد. بنابراین من خلاصه بخوام بکنم برای اینکه وقت کمه این حوزه بحثمو، بنابراین این دو تا مسئله در مقابل ما قرار داره. آیا در این لحظه کنونی با شرایطی که موافقین و مخالفین استقلال کردستان عراق می توانند این به بهانه این عمل جنگ رو در منطقه گسترش بدن و شعله های آتش این جنگ کثیف ایدئولوژیک رو به حوزه های دیگر، مناطق دیگر بکشانند؟ دو، چرا بایستی طبقه کارگر و زحمتکشان سنی به اصطلاح به نام سنی یا شیعه رو در عراق رها کرد و دیوار رو به سوی اونا بست در حالی که آدم خاری مثل داعش رو در روشونه، از این برم مالکی؟ خب پس این مبارزه طبقاتی کجاست؟ چطور میتونه یک ملتی با بلد دیگر زندگی کنه درست در یک نقطه‌ای که باگستی کمونیستا حول این قضیه خوشون سازمان بدن؟ اراده بزرگ اون صدای سوم در مقابل دو ارتجاع. اکنون در عراق دو ارتجاع دارن مردمان عراق رو خفه میکنند، نیروی پیشرو، نیروی چپ انقلابی. اینجا باید در مقابل دو ارتجاع نیروی سوم رو سازمان بده، نه اینکه گوشه دامنش رو بکشه کنار، چون امیدی که به حزب کمونیست عراق نیست. حزب کمونیست عراق مثل حزب توده خودمانه، یه ذره پررنگتر حتی، و الان زیر چتر مالکی شیعه مستبد مافیایی داره باش ائتلاف حزبی داره توش اونجاست. بنابراین امیدی به اون نیست و از اینجا این ملاحظه معین از یک سو و خطرش گسترش شعله دامن جنگ از سوی دیگر آدم رو به اینجا میکشانه که تمایل نداشته باشه که استقلال اقلیم کردستان در لحظه کنونی صورت بگیره، با توجه به اینکه کی هست فرمانده این. درسته که کردهای عزیز ما در هر چهار منطقه قربانی بورژوازی بودن در همه سال، سوریه، ایران، ترکیه، عراق، اما یک بورژوازی دست نشانده مسعود بارزانی که دقیقاً در پیوند با منافع امپریالیست، دقیقاً در پیوند با بورژوازی منطقه است، چه گلی به چهره طبقه کارگر کرد، به زحمت کشان کرد ما خواهد زد؟ این هم از اون نقطه های کلیدی و بسیار بسیار مهم است که ما باید ببینیم که، اما حرف من بازم تاکید میکنم، به هیچ وجه به معنای نیست که اگر مردمان کردستان رأی دادن ما مقابله خشن در مقابل اون رو داشته باشیم، ولی انتقاد میکنیم توجه اونها را، توجه خواهران و برادران کرد ما را در کردستان عراق به این نقطه جلب میکنیم که این لحظه جدایی نیست. این فکر جدایی خطرش گسترش شعله های آتش جنگ رو داره و در واقع قربانی کردن برادران و خواهران دیگر شما را در بخش های دیگر عراق. این اون نکته بسیار بسیار به تازه مگر داعش ول میکنه؟ اگر داعش یک جریان جدی آدمخواری باشه که قصد گستره اون حکومت شام عراق باشه که الان کده حکومت اسلامی تمام خلیفه اسلامی اعلام کرده، در اینجا کرکوک رو ول میکنه به کردهای بارزانی میده، الان چون در حال جنگ خشن و شدید و مهم است با داردسته شیعه اون گوشه رو ول کرده، ولی به هیچ وجه هیچ دلیلی وجود نداره که داعش اگر تعرض طلبیش رو ادامه بده و امکان مهارش به این سادگی ممکن نباشه، که به نظر من به سادگی نیست، این از کرکوکه که دریای از نفت زیر پاش دست بکشه. به هیچ وجه، بنابراین به هیچ دلیلی وجود نداره که وقت داعش جنگ رو به کردها و اقلیم کردستان تحمیل نکنه. و بنابراین همه این عناصر سپاهی نشان میده که علی رغم باور ما به حق تعیین سرنوشت در سطح جدایی، ما بر اون پای دیگر اصل ما اتحاد داوطلبانه تکیه کنیم.
این اون نکته بسیار بسیار مهمه. مسئله مهم دیگر که از همه اینا به نظر من مهمتره که وسطای عرض من یک جوری بهش اشاره کردم و بینندگان عزیز ما به خوبی به این قضیه اشراف دارن که رژیم جمهوری اسلامی ایران خودش یه داعش دیگه است، یه داعش پنهانه. فراموش نکنه که این همون رژیمی است که در جریان شست دختران قبل از اعدام میگفتن با مال خدا باید حرام بشه، به دختران باکره تجاوز میکردن. همون دختران که ما اسناد داریم گزارش زندان پرن که زنهای نیروهایی که تیرباران، بچه‌هایی که تیرباران شدن رو پیشنهاد نزدیک کردن، بعضی موارد با آگم داریم. این همون روز که همین الان 31,000 در سال گذشته ازدواج دختران زیر 15 سال داره. بنابراین جمهوری اسلامی خودش یه داعشه، یه داعشی با ازر لبخند بهتر، یه داعشی با جست در واقع شهروندی به اصطلاح بیشتر نسبت به اون. البته خب اینجا هیچ حقوق شهروندی نیست، همونجور زنان درجه دوم و سوم و ایدئولوژیک تقسیم میشن و آپارتاید جنسی برش حاکمه که در داعش، منتها اونجا با زمختی و حیوانیت، اینجا با حیوانیت کمتر، رنگین تر، ظاهر آراسته تر، ولی همون جهنمه. بنابراین این رژیم خواهان، این رژیم رژیمی است که بخش بزرگی از بودجهش هم اکنون برای مالکی بشار اسد، حزب الله لبنان خرج میکنه، از گلوی کارگران و زحمتکشان میکشه. این همون رژیمه. این رژیم برای اینکه موقعیت گسترش رو به عنوان یک جریان در این حال ایدئولوژی شیعی گستره بده، او به این جنگ خودش به سهم خودش دامن خواهد زد. شما تمام این مذاکرات و بحث ها و مشخصات رو ببینید، چیزی جز این نخواهید دید. من باید خلاصه حرف بزنم. این دوست عزیز ما که پشت فرمان این دوربین نشسته مرتب به من علامت میده که زمان تمامه، من مجبورم بنابراین لکنده لکنده و کوتاه و حرف بزنم. حرف من این هست در پایان این عرض من که ما باید با هر عنوانی، تحت هر عنوانی، چه برای حفاظت از معابر متبرکه مثل کربلا و نجف، چه برای زیر عنوان دفاع از حقوق شیعه یا حتی حقوق دیوان، زیر عنوان تو گیومه تجاوز، جلوگیری از تجاوز داعش، جلوی تعرض نظامی جمهوری اسلامی رو در هر شکلش بگیریم و در هر شکلش افشاش کنیم و در مقابلش بایستیم، برای اینکه جمهوری اسلامی را از این شانس که همیشه زیر سایه خطر خارجی، نیروهای مترقی، انقلابی و مطالبات اجتماعی سرکوب میکنن. حالا ببینیم کارگران با تمام فاعلین اصلی کارگران در زندانن. رضا شعبی نزدیک 40 روزه که تو حساب قضا میبره. زمانی به همین شکل کارگران دیگر در اشکال مختلف در زندانن. اینجا حق نفس کشیدن به این نیروی کارزحمه در داخل به طور عملی داده نمیشه. در چنین وضعیتی خودش یک مایلی آسمانی است برای جمهوری اسلامی، خطر باز یک جنگ داخلی، و این اصلا نفس و فرصت بده به جمهوری اسلامی نفس بکشه و ما باید جلوی این نفس کشیدن رو بگیریم، جلوی فرصت دیگر برای تشدید سرکوب رو بگیریم. و این به این موردی است که پیش از آن زمانی که ما مدام علیه داعشی ها و ارتجاع منطقه اعتراض میکنیم، پیش از اون که مدام به صدای سوم رو دعوت میکنیم برای خودسازمانیابی و مقابله با دو ارتجاع، ما ملت های ساکن ایران باید با قاطعیت پیش از هر چیز جلوی جنگ طلبی و تعرض خواهی و زیاد خواهی جمهوری اسلامی ایران را هم بگیریم. دشمن اصلی در خانه ماست و این دشمنی است که خودش به سهم خودش در ساختن مالکی آدمخوار، مافیا، دزد، دیکتاتور و مستبد نقش کلیدی داشته که اون به نوبت خودش به بیزاری اکثریت عراقی ها به سنی ها علیه این حکومت شیعه دامن زده. بنابراین ما دشمن خود رو در خانه باید خفه کنیم. موفق باشید. خب اینک به سومین بخش و آخرین بخش برنامه امروز میرسیم که گزارشیش در مورد تظاهرات در پاریس در حمایت از رضا شهابی در اعتراض به اعدام‌ها و دستگیری‌های اخیر و در سالروز
سرکوب جنبش دانشجویی 18 تیر. البته قبلا باید اعلام کنم که این تظاهرات به دعوت 4 نهاد مستقر در فرانسه انجام شد: انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در پاریس، همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران پاریس، اتحاد بین‌الملل در حمایت از مبارزات کارگران ایران و انجمن کردهای مقیم فرانسه. توجه شما را جلب می‌کنم به این گزارش. به دعوت انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران پاریس، جمعیت کردهای مقیم فرانسه، اتحاد بین المللی در دفاع از کارگران در ایران پاریس، همبستگی سوسیالیستی در دفاع از کارگران ایران فرانسه، تظاهراتی در حمایت از رضا شهابی فعال کارگری که در اعتراض به شرایط دشوار زندان و عدم دسترسی به امکانات پزشکی وارد پنجمین هفته اعتصاب قضایش خود شده است و همچنین در اعتراض به اعدام‌های اخیر در دولت روحانی که بیش از هر زمان دیگر ایران را به سرزمین اعدام تبدیل کرده است و همکنون 4 زندانی کرد، حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی که برای اجرای حکم اعدامشان از روز شنبه به زندان قزلحصار منتقل شدند و در اعتراض به این احکام غیر انسانی در اعتصاب غذا به سر می‌برند و همچنین مناسبت 15 سالگرد تظاهرات باشکوه جنبش دانشجویی، تظاهراتی در میدان سن میشل پاریس برگزار شد. سلام به شما آقای بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه. تشکر شما یکی از 4 تشکل امضا کننده در واقع فراخوان دعوت به این تظاهرات میباشد. ما از شما میخوام که یک توضیح مختصری بدید که دلایل و چرایی دعوت به این تظاهرات رو برای بینندگان که بدون برابری توضیح بدید. با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون شما، من و شما در این نسیزی با هم صحبت داریم میکنیم. ایران سرزمین اعتصاب های کارگری و اعتراضات کارگری، شدیدترین فشارها که کارگرها با ایران داره میاد و فعالین کارگری تاوان خیلی سنگینی دارن میدن برای درخواست خودشون برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری. ما امروز واقعا در این وضعیتی هستیم که دولت تدبیر و اعتماد آقای روحانی دست دولت احمدی‌نژاد رو از پشت بسته در فشار آوردن به فعالین کارگری و جنبش‌های اجتماعی. همین لحظه 4 از فعالین جنبش کرد به اعدام محکوم شدند و پای اعدام هستند. رضا شهابی، خزانه‌دار سندیکای شرکت واحد، در اعتصاب قضا در اعتراض به شرایط طاقت فرسای غیر انسانی که در این زندان برایش تحمیل داده میشه. محمد جلالی، شاهرخ زمانی، در زندان هستند. بهنام ابراهیم زاده که فرزندش متولد سرطان خون دچار است، در زندان زیر شدیدترین فشارهای روحیه. این لیست رو همینجوری میشه ادامه داد. واقعیتش اینه که در این سالگرد جنبش اعتراضی عظیم دانشجویان ایران در 15 سال پیش، ما این وضعیتی که الان برای فعالین کارگری و جنبش‌های اجتماعی دیگه هست، ما فکر می‌کنیم که وظیفه ما که در مقابل توهماتی که ایجاد شده بود، که البته میزان وسیعی با توجه به گزارش‌هایی که سازمان‌هایی مثل عفو بین‌الملل در سطح خارج پخش کردن از بین رفته، باز هم وظیفه خودمون می‌دونیم که این توهماتی رو که گویا در دوران دولت آقای روحانی یک مقداری گشایش نسبت به وضعیت آزادی‌های مدنی و سیاسی در ایران ایجاد شده رو، این توهم رو بزداییم و یکی از راه‌هاش در خارج از کشور، نه تنها راهش البته، یکی از راه‌هاش فراخوان دادن برای کمچین تظاهراتی هست، کمچین گرد همایی‌هایی هست. خیلی هم خوشحال هستیم که علارغم اینکه پس تعطیلات هست در فرانسه، علارغم اینکه می‌دونیم مشکلات زندگی در نتیجه طور هست، ده‌ها نفر از ایرانیان مقیم پاریس به این فراخوان این 4 نهاد پاسخ دادن و در اینجا جمع شدن که ما بتونیم صحبت بکنیم، به نمایندگی نه به نمایندگی به مسابقه بلندگوی خواسته های فعالین در زندان و خطاب بدیم به این افکار عمومی فرانسوی. میدونید سندیکای فرانسوی خوشبختانه خیلی حساس هستن نسبت به اوضاع ایران. همین دیروز قبل از این تظاهرات اعلامیه رو دادن در رابطه با وضعیت رضا شهابی که ما اینجا خوندیمش به زبانهای فرانسه و فارسی و خطاب به دولت ایران، اعلامیه صادر کردن و هشدار دادن که مسئولیت حفظ
جان فعالین کارگری بر عهده این دولت هست و ما این رو با تکرار این و با خوندن این در اینجا سعی می‌کنیم که دامنه پخش این اخبار رو گسترش بدیم. دلیل اصلی این که ما اینجا هستیم فقط و فقط همین. با تشکر از شما آقای بهروز. Sa gueule, leur système qui veut prospérer, mais pas bien qu'un jour on se réveille et que les têtes sont les tâches. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Exigez votre libération sans condition auprès des autorités de la République islamique d'Iran. جریان دانشگاه تهران در اینجا جمع شده ایم. همینطور برای پشتیبانی از مبارزات کارگران و خواستن آزادی بی قید و شرط سندیکالیست‌های ایران از جمله رضا شهابی که در اعتصاب غذا و در 35مین روز اعتصاب غذا سر می‌برد. به فرانسه نامه‌های سندیکاهای فرانسه به خود رضا شهابی برای اعلام همبستگی با روس و همینطور نامه اعتراضی به خامنه‌ای برای درخواست آزادی بی قید و شرط رضا شهابی و همینطور خواستن معالجه رضا شهابی حتی اگر در ایران میسر شد به دعوت سندیکاهای فرانسه در فرانسه. ما متوجه شدیم که سندیکای فرانسوی یک بیانیه در مورد اعتصاب غذا که رضا شهابی دادن و شما گفتید انجام دادن در این سیاسی و عقیدتی در پاریس هستید. خواستیم ما مطلع بشیم در این پیام و اگر شما میتونید توضیحاتی در مورد پیام این سندیکای کارگری قرار دادن برای بینندگان جرمان برای سلام میکنم به شما بینندگان از تلویزیون برابری. همطور که این تظاهرات امروز اساسا در حمایت از اعتصاب غذای رضا شهابی که وضعیت بسیار خطیری داره و به قول کمیته دفاع از رضا شهابی که اطلاعیه اخیرا داده که فردا دیر است باید هر چه سریعتر اقدام بکنیم، اقدام حمایتی کنیم و تا اونجایی که میتونیم رژیم جمهوری اسلامی زیر فشار قرار بدیم، چه در سطح ملی چه در سطح بین‌المللی تا رضا شهابی واقعا از در جانش پایه میذاره، از مرگ حتی نجات پیدا بکنه و زندانیان سیاسی به یک وضعیت ثابت تثبیت شده حداقل برسد در جمهوری فاشیستی جمهوری اسلامی. در مجموع فعالیتی که ایرانیان خارج از کشور انجام دادن همراه با کلین تیم سندیکاهای کارگری فرانسه که اقدامات انجام دادن در این زمینه کلکتیو یه اطلاعی داده. من قبل از اینکه نظر خودم رو میگم در رابطه با اطلاعی عین اطلاعی کلکتیو سندیکای فرانسه در حمایت رضا شهابی رو براتون میخونم. من این کلکتیو در اختیار دارم و اگه اجازه بدید براتون میخونم بدون تفسیر. رضا شهابی عزیز، سازمان‌های سندیکایی فرانسوی CFDT، CGT، FSU، سولیدر، ONSAMIM، اعضای کلکتیو فرانسوی سندیکایی برای ایران نگران سلامت شما بوده. وضعیت سلامتی، اوضاع زندان و به ویژه شرایط غیر انسانی را که در آن به سر می‌برید با دقت پی می‌گیریم. رخامت سلامتی شما پس از 35 روز اعتصاب غذا شدیداً ما را نگران کرده است. سلامت جسمانی شما شرط اولیه برای ادامه مبارزه جهت احقاق خواسته های برحق کارگران شرکت واحد است. اکنون اعتصاب غذای شما زنگ خطر سلامتی شما را نزد افکار عمومی دنیا به صدا درآورده است. ما بر این باوریم که جدیت و صمیمیت اقدام شما وزنه پیام شما به جامعه بین‌المللی را دوچندان کرده است. ما کلکتیو فرانسوی سندیکایی برای ایران به نوبه خود به حمایت از پیکارتان برای کسب حقوق ابتدایی سندیکایی ادامه داده و از مقامات دولت ایران
آزادی قومی شما را مطالبه میکنیم. پاریس 4 ژوئیه 2014. همونطور که دید تمام جریانات جهانی، تمام جریانات سندیکایی، تمام جریانات کارگری جهانی نگران حال رضا شاهی هستند و همونطور که عرض کردم اقدام ما در این رابطه در حمایت از اون هست و تمامی کارگران ایران. ممنون از توضیحاتی که برای بینندگان تلویزیون با سلام به شما آقای علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌الملل در همبستگی با کارگران ایران میباشید. تشکر شما یکی از 4 امضا، تشکر امضا کننده دعوت به تظاهرات امروز میباشد. میخواستم نظر شما را در مورد وقایع اخیر کارگری، اعدامه های اخیر و همچنین در مورد 18 تیر و دلایلی که باعث شد شما امروز این فراخوان را امضا کنید برای بینندگان تلویزیون برابری به اختصار توضیح بدید. با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، امروز اینجا جمع شدیم تا سالگرد اعتراضات جنبش دانشجویی در سال 1378 رو برگزار بکنیم و در همین رابطه یک تجدید خاطره با قربانیان این اعتراضات دانشجویی. نکته ای که امسال حائز اهمیت و باید یادآوری بشه اینه که این اعتراضات دانشجویی در سال 1378 به فرمان حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی و رئیس دولت اصفهان خاتمی صادر شد و در همین رابطه هم میبینیم که یک سال اینکه از عمر دولت 11 به ریاست حسن روحانی میگذره، ما شاهد گسترش روند سرکوب و فشار به فعالین اجتماعی، کارگری و سیاسی هستیم و در همین رابطه میبینیم که فشار به فعالین کارگری خیلی بیشتر شده مثل دیگر فعالین اجتماعی. تو همین رابطه علاوه بر فشار به فعالین کارگری مستقل مثل رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده و غیره که سالهاست که در زندان هستند و ادامه داره، ما شاهد حمله به تجمعات اعتراضی کارگران و بازداشت کارگرانی هستیم که برای اعقاب حقوقشون مثلا برای اینکه حقوق محققشون رو دریافت بکنن تجمعات اعتراضی برگزار میکنن، بهشون حمله میشه و بازداشت رو میگیره که آخرین نمونه رسیدی بازداشت 10 نفر از کارگران کارخانه 1+1 در استان فارس، یا اینکه کارگران شهرداری اهواز منطقه 1 که در رابطه با همین حقوق موفقه دست به تجمعات اعتراضی زدن، شاهد این بودیم که تعدادی از اینها رو اومدن دستگیر کردن و علاوه بر این مدت باز شاهدیم که قراردادهای کارگران رو به دلیل فعالیت‌های کارگریشون تمدید نمی‌کنن. این بالاخره خلاصه ایه که من بهتون گفتم در رابطه با سرکوب فعالین اجتماعی و سیاسی و کارگری و در رابطه با مبارزات کارگران که جریان داره و ما طی یک سال گذشته نمونه‌های برجسته شو بخواییم توی رابطه مثال بزنیم، شاید این که در رابطه با کارگران کره اصفهان و معدن چادرنبو هم شاهد بودیم که چه اقدامات ضد کارگری و سرکوبگرانه‌ای در رابطه با اینا صورت با تشکر از شما آقای علیرضا نوایی. حرکه ی بیدار و ستم مونده هنوز روحن ما، یار دبستانی من
با من و همراه منی چوب علف بر سر ما قدس من و آه منی حک شده اسم من و فروتن این تخت سیاه هر که ی بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما برای دفاع از حقوق سندیکایی کارگران ایران، کارگران ستم دیده مظلوم و در همه ابعاد صنفی و سیاسی و اجتماعی مظلوم واقع شدن. رژیم جمهوری اسلامی بیشتر فشارها رو بر این طبقه زحمتکش وارد آورده و هر از گاهی تعدادی از کارگران معترض از جانب پاسداران و مقامات انتظامی رژیم دستگیر میشن، مورد آزار و شکنجه قرار میگیرن. زندانهای ایران پر از زندانیان سیاسی که بخشی از این زندانهای سیاسی رو کارگران زحمتکش و متعهد تشکیل میدن و ما امروز جمع شدیم برای اعتراض به تصدیقاتی که در مورد آقای رضا شهابی در زندانهای ایران اعتراض اعمال میشه. آقای شهابی الان مدت 35 روزه در حساب قضا به سر میبره، از جهت جسمانی و روحی دچار اختلالات و اشکالات خیلی جدی هست و از این جهت ما عموم ایرانیان و جمعیت کردهای مقیم فرانسه خواستیم در این جلسه چهار حزبی اعتراض خودمون رو نسبت به این فشارها و تصدیقاتی که در مورد آقای رضا شهابی اجرا میشه بلند بکنیم و از جامعه بین المللی از همه سازمانهای حقوق بشری درخواست بکنیم که صدای اعتراض خودشون رو نسبت به این فجایعی که در مورد زندانهای سیاسی به طور عام و طبقه کارگر ایران به طور اخص به خصوص آقای رضا شهابی انجام میشه بلند بکنن. و قبلا سندیکاهای فرانسوی با کمال خوشبختی به جمعیت مبارز و معترض ایرانی ها پیوستن و به دولت ایران اعتراض خودشون رو ارسال کردن. ما بار دیگر همبستگی خودمون رو در مورد اعتراضات آقای رضا شهابی و کل کارگران ایران بازم تجدید به اعلام میکنیم و قطعا برنامه ما به اینجا خاتمه پیدا نمیکنه. به اتفاق همه سازمانهایی که امروز شرکت کردن در این حرکات اعتراضی خودمون رو ادامه میدیم تا زمانی که صدای آزادی خواهی کارگران ایران به جای مثبت و مطلوبی برسید. شما باید چه در جایی موجود؟ به مورد هموطنان خود ما که در زندان هستن را دیگه بسن اگر این چهار هموطن خود ما توجیه به این داره بیرن میگن بخشی از این کردهایی که الان در زندان هستن بخشی از کارگران رو تشکیل میدن که به خصوص همانند آقای رضا شهابی معترض به عدم اجرای حقوق سندیکایی هستن و معترض به شرایط کار هستن در محیط کارشون و بخش دیگرشون هم زندانیان سیاسی هستن که از جانب بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی دستگیر شدن و به عنوان واهی محارب با خدا محاکمه و به بناحق به اعدام محکوم شدن. رژیم جمهوری اسلامی در ایران بزرگترین آمارهای اعدام رو به خودش اختصاص داده و قطعا همبستگی بین کارگران و روشنفکران و ملیت‌های ایرانی تومار این رژیم رو در هم خواهد پیچید. Sonrisa aquí se queda la clara.
اینک به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که مجموعه برنامه هم امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشد. با امید روزهای بهتر شاد و پیروز باشید.